حضور بیش از 16,000 تن برای بورسیه تحصیلی از سوی پاکستان. شماری زیادی از جوانان برای ادامه تحصیلات در حدود 8 ماه قبل از طریق آنلاین خود را ثبت نام کرده، پس از طی مراحل شامل امتحان در بورسیه تحصیلی پاکستان شدند. بورسیه پاکستان در 300 لیسانس، ماستری و دکترا در بخش‌های مختلف که شامل بخش طبی، اجتماعی و ساینسی میباشد برگزار گردید. شهاب حسین، معاون سفیر پاکستان در افغانستان، با ابراز خرسندی از برگزاری دور دوم بورسیه تحصیلی و با اشاره به نقش مهم پاکستان در صلح افغانستان میگوید: ما در تلاش همکاری‌های بیشتر با حکومت و مردم افغانستان هستیم. از سوی دیگر نیز بر حضور گسترده بانوان در بورسیه‌های تحصیلی تاکید می‌ورزد. One thing which is not very discouraging. یگانه چیزی که امید نداشتم این بود که حضور بانوان بسیار کم رنگ بود. به ماستری 5% و به دکترا 4% اشتراک کرده بودند. تلاش ما این است که حضور بانوان برای تحصیل در پاکستان به سطح بالا گسترده گردد. در همین حال اشتراک کنندگان از شفاف بودن پروسه سخن میگویند و امیدوارند تا بتوانند پس از تحصیلات به کشور برگشته مصدر خدمت به مردم و کشور شوند. پروسه بسیار شفاف بود، بسیار خوب بود و همین رقم، یعنی از نگاه شفافیتش بسیار عالی بود که من راضی بودم. تصمیم دارم بخیر انشاءالله که فارغ شدم دوباره به کشورم بیایم و امو سیستم جدید را که در جهان جریان داره امو را عملی بسازیم. حجت رحمان از اشتراک کنندگان این امتحان میگوید در کنار این که میخواهد برای بلند بردن سطح تحصیلیش گام بگذارد، دلیل اشتراک در این بورسیه تحصیلی را نداشتن پول و پرداخت هزینه ماستری عنوان میکند. طریق شخصی ماستری کردن هزینه بسیار زیاد میخواهد و یک وسما نداشتیم که باید به هزینه شخصی خود دوره ماستری را پیش میبردیم. نتایج این امتحان از سوی پاکستان در ماه جولای سال روان اعلام خواهد شد و قرار است در پایان سال اشتراک کنندگان برای آغاز تحصیلاتشان راهی پاکستان شوند.